امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. در سال 2046 یوفی و سون هایو در یک تجربه علمی آزمایشی سفر به گذشته شرکت می کنند. آنها که از کارکنان موزه هستند، در طی این آزمایش از سالن یادبود موزه به زمانهای دور سفر می کنند. یوفی در این سفر متوجه می شود که از نوادگان خانواده خویو می باشد. او تصمیم می گیرد که به خانه اجدادی خود بازگشته و نقشه گنج افسانه‌ای را پیدا کند. اما در این میان او ناخواسته و به طور اتفاقی در میان اوج اختلافات خانوادگی در سلسله مینگ باز می‌گردد. در همین زمان آن دو بازنان سلسله مینگ روبرو می‌شوند. اما در همون شب سینی وی به بهانه از بین بردن شورشیان به جمع آنها حمله می کند و یوفی و سون هایو به طور تصادفی کشته می شوند. اما به طور غیرمنتظره آن دو نه تنها نمی میرند، بلکه داستانی را که در آن روز اتفاق افتاد را بارها تکرار می کنند. با این حال آنها پی می برند که تعداد دفعات سفر در زمان نامحدود نیست. در مواجهه با آخرین فرصت سفر در زمان، یوفی و دیگران مجبور می شوند تا انتخاب‌های دشواری داشته باشند که اتفاقات بعدی فیلم را رقم می زند. میکشمت.
داستان فیلم از جایی شروع می شود که فانگ شیو بعد از اینکه آزمون هنرهای رزمی را در کوهستان جیجون به خوبی پشت سر می گذارد به زادگاهش رایوکینگ برمی گردد. اما بعد از مدتی به طور ناخواسته درگیر یک پرونده فساد مالی می شود. پس از لو رفتن این فساد به اردو دستور داده می شود که تیمی را برای کشتن مردم و از بین بردن شواهد رهبری کنند. دوستان فانگ در درگیری ها کشته یا اسیر می شوند. فانگ شیو و لی تینگینگ تصمیم می گیرند که تا آخر مقاومت کنند و تا پای جان برای نجات دوستانشان با نیروهای فاسد مبارزه کنند. شکست ناپذیر. داروند که زمانی یکی از محافظان برتر آسیای جنوب شرقی بود در مأموریتی که منجر به مرگ برادرش شد شکست می‌خورد. همسر او نیز به طور غیرمنتظره‌ای در زمان مشابهی می‌میرد. مرگ همسرش باعث می‌شود تا داروند غمگین و ناامید به عقب برگردد و زندگی عادی را شروع کند. به طور غیر منتظره ای دختر سرکش او به طور تصادفی درگیر تجارت مواد مخدر می شود. بعد از آنکه دخترش با رئیس باند خلافکار به مشکل می خورد به طرز مشکوکی ناپدید می شود. همین موضوع باعث می شود تا داروند برای نجات دخترش در یک دوئل مرگبار با جنایتکاران مبارزه کند. دارونگ در پی یافتن دخترش کارخانه مواد مخدر گروه خلافکاران را پیدا می کند. آنجا را به آتش کشیده تمام مواد مخدرها را به انباری مخفی می برد تا از آنها به عنوان ابزار چانه زنی برای مذاکره با طرف مقابل برای آزادی دخترش استفاده کند. در همین زمان چالونگ رئیس خلافکاران نیز به هویت دارونگ پی می برد. برای همین مقدمات مرگ دارونگ را فراهم می کند. این دوباره دیگر به شکلی سرنوشت ساز با هم ملاقات می کنند و اتفاقات هیجان انگیز فیلم را رقم می زنند.